عرض ادب و احترام، با افتخار در خدمت خانم دکتر صادق نیا هستیم، مدیر عامل محترم مجموعه گلرنگ ونچرز. خانم خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. سوال خیلی زیاده، اخبار خیلی زیاد بود توی مارکت نسبت به اتفاقایی که داشت میافتاد و من خیلی سریع و مستقیم، چون میدونم عجله هم دارین، در گیرودار رویداد هستیم، سوالامو اگه اجازه بدید شروع کنم به پرسیدن. چقدر ورود به اقتصاد دیجیتال برای گلرنگ اهمیت داشته بابت اون 500 فورچون لیستی که گول اصلی هولدینگ گلرنگ هست؟ خدمت رو عرض کنم، بحث در واقع چشم‌انداز گروه سنسی گلرنگ که ورود به لیست 500 شرکت برتر جهان هست، یکی از در واقع اصلی ترین سرلوحه فعالیت هایی هستش که در کل گروه سنسی گلرنگ داره انجام میشه. حوزه فناوری به صورت کلان، نه فقط اقتصاد دیجیتال، حوزه ای هستش که اگر ما لیست فورچون 500 رو توی سالهای مختلف بررسی کنیم، میبینیم که تو سالهای اخیر شرکت هایی که DNA فناوری دارن یا شرکت هایی که در واقع قدیمی هستن که اومدن DNA فناوری رو تو خودشون پرورش دادن، رشد بالاتری داشتن و تداومشون و حضورشون توی این لیست بالاتر رفته. بنابراین بخش فناوری، ورود به حوزه‌های فناوری، تقویت دی ان ای فناوری در بورس سنتی گلرنگ در واقع موضوع اجتناب ناپذیری و این اتفاق سالیانه سال داره اتفاق میفته. این از زمانی که چشم انداز تدوین شده تو سال‌های اخیر جدی‌تر و در غیر این صورت ما نمیتونیم به این چشم انداز دست پیدا کنیم و سهم قابل توجهی رو داره، فارغ از اینکه این فناوری رو ما فقط حوزه آی تی ببینیم. تمام حوزه های فناوری، از حوزه فناوری و حوزه شوینده گرفته تا حوزه دارو، حوزه غذا و حوزه‌ای که حوزه فعالیت بورس سنسی گلرنگ هست. میتونم بپرسم الان چقدر فاصله دارین با اون سرلوحه‌ای که دارین؟ ببینید، ما سال 14 قراره که به اون لیست اضافه بشیم. فاصله داریم، فاصله معناداریه، اما داریم تلاش میکنیم که با فعالیت‌های بیشتر در واقع استفاده از پتانسیل هایی که حوزه های فناوری دارن بتونیم فاصلمون کم و کمتر کنیم و انشالله بتونیم به چشم اندازمون برسیم. خیلی ممنونم. با توجه به اینکه در مجموعه گلرنگ بیش از 45,000 همکار دارین، شما بیش از نصف خدماتی که الان گلرنگ در حداقل میشه گفت 2-3 ماه اخیر یا حالا سهامشون رو گرفت یا اکوایر کرد، بخش زیادیش مشتریاش همین همکاران شما هستن، همونطوری که توی سخنرانیتون گفتین. و بحث سر این بود که اگر گلرنگ برای سرمایه گذاری با یک شرکتی صحبت میکنه، لزوماً اون بخش مالیه ملاک نیست، بخش مارکت برای ما اهمیت بیشتری داره و ما میتونیم این سایت خیلی کمک بیشتری داشته باشیم. این یه ذره برای اون محبت میکنید باز کنید؟ خدمتتون عرض کنم که بحث زنجیره ارزش، یعنی زنجیره ارزشی که در بورس سنتی گلرنگ وجود داره، در بدنه صنایعی که هستیم فعال هستیم و میتونه فرصتی ایجاد کنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌هایی که تو حوزه فناوری دارن کار میکنن، حوزه‌ای هستش که از نظر ما بسیار ارزش افزوده ایجاد میکنه. حوزه همکارانمون و مارکتی که در واقع از تعدد همکاران ما وجود داره، این هم یکی از جنبه‌هایی هستش که به نظر ما جنبه‌های ارزش آفرینه. ما به صورت کلان اگر بخوایم این هر دوی اینها رو در یک جا بگنجونیم، بحث اسمارت مانی رو خیلی بهش اعتقاد داریم. اسمارت مانی از جنس واقعی، از جنسی که در واقع میتونه ولی خوبی ایجاد کنه. ما چون صنایع مختلفی فعال هستیم، اگر تیمی باشه که یک خود فناوری کار کرده، یه محصولی داره، یه MVP داره، یه ترانزکشنی گرفته، میخواد این محصول رو تست کنه، میخواد ببینه این محصول چقدر تو بدنه صنعت میتونه در واقع تو بدنه صنعت میتونه قرار بگیره، چقدر میتونه تو اون بدنه ارزش افزوده ایجاد کنه، ما پذیرای این طرح‌ها هستیم. مثلا تو حوزه اسمارت فکتوری ها فرصت‌های زیادی هست برای تیم‌های مختلف، تو حوزه شوینده فرصت‌های زیادی هست، حوزه کشاورزی، تو حوزه غذا. این تیم ها در واقع دنبال یک مارکت خوب برای ارائه محصولشون، ارائه خدمتشون هستن و ما پتانسیل این رو داریم. طبیعتا ما تو همه تیم ها نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم، مطمئنا با همه تیم ها نمیتونیم همکاری کنیم، اما این رو ارزشی میدونیم که قابل در واقع کمک و قابل
تعامل هست با تیمای استارتاپ و تیمای دانش بنیان. من یه سوال دیگه هم بپرسم چون میدونم زیق وقت داریم. هشت. با توجه به اینکه گلرنگ مجموعه هولدینگ گلرنگ زیر مجموعه های خیلی زیادی داره، ما جز اخبار اکوایر کردن کمپانی ها که خیلی هم سر و صدا میکنه و در حوزه برندینگ میتونه خیلی مفید باشه برای گلرنگ، اما به شکل دیگه‌ای به اون صورت اخباری نمیشنویم از گلرنگ، یا هزینه ها میره سمت مارکتینگ یا میره سمت بقیه مسائل، و فکر میکنم توی بخش پی آر یه ذره به علت تعدد زیر مجموعه هایی که هست اونقدر که باید دقت نمیشه و ما حداقل در حوزه رسانه اخبار آنچنانی به گوشمون نمیرسه چه برسه به مخاطبینمون. دلیل این اتفاق فکر میکنید چی هست؟ چون من این باگ رو الان که ما عموم دوستان اینجا شتاب دهنده ها هستن داشتیم باشون صحبت میکردیم، یک فاصله بین رسانه ها که درگاه نمایش اتفاقات موجود در اکوسیستم هستن و کسب و کارها ایجاد شده و این فاصله یا خودخواسته است یا ناخواسته است. من میخوام بدونم برای مجموعه شما خودخواسته بوده یا ناخواسته بوده. خب من میخوام که اصولا تو مجموعه صنعتی بزرگ حالا نگاه رسانه خیلی متفاوت تر از آنچه که ما تو اکوسیستم فناوری و در واقع استارتاپی با این نگاهی که الان هستیم وجود داره. تو ماموریت های گلرنگ ونچرز من عرض کردم یکی از ماموریت های ما تعامل با اکوسیستم استارتاپ و دانش بنیان کشوری، فکر میکنم اینجا یه ذره ما بتونیم این بخش رو داشته باشیم. اما این بی سر و صدای اون خودخواسته بوده. کلا ما تو کتاب آقای دکتر آقای جیمز کالینز یه بحثی رو داریم از خوب عالی رهبری سطح پنجم، اون مجموعه صنعتی به این ترتیب یعنی دارن کاراشون میکنن، ارزش افزوده دارن، دغدغه دارن، خیلی دنبال صحبت و پیاهو و داستانای اینچنینی نیستن. نه که اون بد باشه یا خوب باشه، نه توازنش خوبه. ماهیت ما با عنوان گلرنگ ونچرز این هستش که بیشتر داریم در واقع صحبت میکنیم. ان شاءالله این تعامل هم تعامل بهتری خواهد بود. ما خیلی دوست داریم رایت تو د پوینت تر و مثلا با شرکت های دانش بنیان، شرکت هایی که پایه فناوری دارن و دارن رو حوزه های تک کار میکنن تعامل بیشتری داشته باشیم. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. مرسی از شما و مرسی از شما.